بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. برادران وخواهران عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز روز چهارشنبه هست، مصادف با 10 جنوری 2017 میلادی و مطابق با 23 ربیع الثانی یا ربیع الآخر 1439 هجری قمری. ما از طریق تلویزیون اسلامی ایمان برنامه فلاح را خدمت شما تقدیم میکنیم. همان قسمی که هفته های گذشته هم در برنامه ها شما مشاهده نمودید، برنامه ما مختصری بود از سیرت رسول صلی الله علیه وسلم و بعضی نکاتی که در آنجا قابل یاد آوری بود که سرش زیادتر گپ و صحبت شد و شما الحمدلله سیرت را از طریقه های مختلف، چی در مطالعات کتب و چی در شنیدن خود کست ها و چی در خود مشاهده کردن دیویدی ها، الحمدلله که یقین دارم که شما میدانید، اما بازم تکرار این مسائل مسئله احسن است. و تا جایی رسیده بودیم ما در سال 626 میلادی که مطابق با 55 سالگی خود عمر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین و خاتم النبیین میباشد و سال سوم هجرت نبوی است. شما قبلا اشاره شد با شما درباره در سال دوم درباره جنگ بدر و مسائل نتایج جنگ بدر. امروز یک مسئله دیگری که به اصطلاح غزوه دیگری که صورت گرفته در این سال که به نام جنگ احد است با شما در میان میگذاریم. و همه شما میدانید که همه جنگ ها یا یعنی مساف هایی که صورت گرفته ای از خود یک علت می داشته باشه. و زمانی که خود مشرکین مکه و قریش در جنگ بدر شکست خوردن و بسیار سرافگنده به طرف مکه معظمه روان شدن، یک عقده بسیار بزرگی برشان بود که ما در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وجودی که تعدادشان کم بود شکست خوردیم و اینقدر ما امید پیروزی داشتیم و باید ما در برای جبران ازی باید ما خود تیاری بگیریم در آینده که باز هم برای ما به مقاصد شوم خود که برسیم و به مقاصد خود برسیم، که البته مقاصدشان از نظر ما شما مقاصد شومی بود. و در این وقت همطوری که میدانید که در زمان در جنگ بدر که عموی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حضرت عباس که به اصطلاح اسیر گرفته میشن و بعد از او البته ایمان میارن و بعد از او حضرت عباس میرن به پس مکه مکرمه، چون جاوگاه و خود خانوادهشان به مکه مکرمه بود. حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه، اینها بعد از اینکه میبینن که قریش شکست خورده و در خود مکه هستن، اینها مشاهده میکنن که مردم یعنی آمادگی دارن برای یک جنگ دیگر و برای خود میخوان زیادتر تقویه بسازن. روی همین اساس است وقتی که ایره مشاهده میکنن، این خبر رو میخوان که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برسن. روی همین اساس است که یک نفر روان میکنن که تو این خبر رو یک گزارشش نوشته میکنن و میگن که باید به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برسانی و این فاصله تقریبا ببینیم 420 کیلومتر که بین مکه مکرمه و مدینه منوره یک فاصله هست. برای از این میگن که باید بسیار به سرعت تو بری و خدا برسانی و از این خبر بده که قریش خود آمادگی
برای جنگ با شما میکنه. و این نفر در مدت 3 روز یعنی با امو وسیله‌ای که داره یا شطور یا از فرچی که بوده این خبر به حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میرسانن. زمانی که پیغمبر این خبر میشنوه هم اصحاب خود جمع میکنه و باشان مشوره میکنه که قریش این رقم یک چی دارن میخوان به مدینه حمله کنن، ما باید چه قسم کنیم؟ آیا در داخل مدینه بمانین ما از خود دفاع کنین و یا ای که بیرون شوین از شهر مدینه و با اونا جنگ کنین و ببینیم که چطور میشه نتیجهش؟ یک عده البته میگن که به داخل مدینه بانین، یک عده میگن بیرون بانین. خب بعد از اونایی که میخوان که بیرون از مدینه ای جنگ صورت بگیره خود دلیل بسیار خوبی دارن، میگن مبادا که اینها بیان اینجی و اگر خدای نخواسته غالب شوند به ما، اینها اولاد و زن و بچه و تاراج میکنن خود شهر مدینه رو، بهتر همیست که ما در بیرون ما به همراه از یا مقابله کنیم. و ببینیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نظر به مشوره اصحاب بزرگوار که خود مشوره یک کار به اصطلاح یک سنت نبویست، به مشوره از یا کاملا موافقه میکنه و اینا میخوان که بیرون مدینه منوره اونجا آماده باشن برای مقابله با خود کفار قریش. و در این وقت است که خود مجهز میسازن و بعد از اینکه خود مجهز ساختن منطقه که تعیین میشه که باز احد است. حال کلمه احد البته هر موضوعی را که و یا منطقه که ما از نظر تاریخ اسلام یاد آوری میکنین سر از او باید یک معلومات مختصری هم داشته باشه. میخواییم که ما سر خود احد یا چی هست احد، یا ما و شما به نام کوه احد یا جبل احد شنیدیم، چی هست، چرا احد میگن. البته در خود زبان عربی خود یک اصطلاح داریم که میگه وجه تسمیه در اسما شرط نیست، یعنی یک چیزی را که نام میمانیم لازم نیست که همون لغت هر معنایی که میده و همون نام ماندن نامگذار شدن مسما خودم چیزی که مسما میشه به او هم ارتباطی با او داشته باشه. خب در بعضی مواقع هست که یک ارتباطی می داشته باشه. خب نظریات مختلف است که در اینجا چرا احد میگن. و خود احد یعنی با احد میبینیم با هم دیگر از نظر حروف یک قسم است، اما از نظر تلفظ احد تلفظ میشه و او یک منطقه است که در مدینه منوره و در قسمت شمال واقع شده و یعنی فاصله از او به اندازه 3.5 مایل است. 3.5 مایل و از مدینه منوره فاصله داره. 3.5 مایل که اگه حساب کنیم چند کیلومتر بسیار کمی میشه، زیاد نیسته که اگر 3.5 مایل ما به حساب امروزی ببینیم، بعضی مردم میبینین که روزانه در حدود 4-5 مایل هم راه میرن برای سپورت و اکسرسایز خود، یعنی زیاد فاصله نیست. و این در پهلوی از این وقت که شما میبینیم که مسئله جبل احد یا کوه احد یکی کوه است که این کوه بسیار کلان و عظیم است و طول از این کوه هم چند کیلومتر است و در پهلوی از این که این کوه در چی باشه در باره فضائل از این هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی فرمایشات اینا میداشته باشه، چرا که در بعضی مواقع میبینین که مکانها هم از خود فضیلت داره و حتی اوقات میبینیم از خود فضیلتی میداشته باشه، مثل که ما شما در حساب عبادات ببینیم که مکان یک سرزمین است، مکه مکرمه مدینه منوره اوج یک فضیلتی داره نسبت به سایر مناطق زمین. همین کوه احد هم نظر به فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خود یک فضیلت بزرگی داره. که در اینجا چند حدیثی را که راجع به فضیلت کوه احد روایت شده ما خدمت شما به خوانش میگیرین و او را روایتش میخوانیم و میبینیم که مسلمان ها امی خود کوه احد را دوست دارن و روایتش از خود حضرت انس بن مالک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میگه که انس بن مالک عن النبی انه قال از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که پیغمبر گفت که هازا
جبل يحبنا و نحبه. این کوهی است که او کوه ما را دوست دارد و ما او را دوست ما داشته باشیم. این درباره جبل یا کوه احد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اقسام فرمایش دارد. و همچنین یک روایت دیگه هم هست که حضرت یکی از صحابی بزرگوار دیگه روایت میکنه که پیغمبر خدا میگه که جبل احد یحبنا و نحبه و هو من جبال الجنه، یعنی ای کوه احد ما هم دوست داریم و کوه احد ما او هم ما را دوست دارد و از جمله کوههای جنت است. و همچنین یک روایت در بخاری داریم از طریق حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، او صحابی بزرگوار، که میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که من تبع جنازت مسلم ایمانا و احتسابا، کسی که پیروی کند یعنی مشایعت کند یک جنازه مسلمان را از روی ایمانی و از روی احتساب، احتسابی که یعنی امید ثواب و پاداش از خداوند می داشته باشه، و کان معه، یعنی به همراه همون جنازه باشد، حتی یصلا علیها، تا ای که در او جنازه نماز خوانده شود، و یفرغ من دفنها، در دفن از او هم استاده شود، فانه یرجع من الاخ من الاجر، و او آدم برش یزج من الاجر، برای از او یک جایزه یا پاداش داده می شود، به قیراتین، دو قیرات، کل قیرات مثل احد، و من صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيرات. مفهوم از این که اگر کسی یک جنازه را هم میخوانه، جنازه یک مسلمان، و بعد از اون به دفنش هم حاضر میشه، تا ای که دفن میشه و خلاص میشه، خداوند بزرگ برای از این یک دو ثواب بسیار بزرگ میده، که هر ثواب از اون به نام قیرات، دو قیرات ثواب میده، که قیرات یک واحد وزن بوده در او وقت، و فعلا به نظر خود مال تبدیل شده به کرید، که میگن خود عیار طلا رو میگم که فرض کنین 20 کرید، 16 کرید، 10 کرید، کرید همی از او قیرات آمده. خب یعنی او قیراتی تو بسیار خرد نیست وزنش، هر وزن از او قیرات به اندازه جبل احد است، یعنی کوه احد است. و اگر کسی همین دو کار را میکنه، هم به جنازه و هم در دفن شادر میشه، دو قیرات میبینه، کسی که تا جنازه را میخوانه یک قیرات ثواب میبینه. یه جمله روایت است که ما اکثرا در همین جا که هستیم، اگه یک جنازه رخ میده، خود خطبا و بزرگایی که اونجا صحبت و یا میکنن همین را همیشه یاد آوری میکنن، و از جمله احادیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایشات خود فرمایش پیامبر اکرم سید المرسلین است که در بخاری روایت شد. و همچنین درباره کوه احد از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه یک روایت دیگری داریم که میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قال، گفت خب احد جبل یحبنا و نحبه، یعنی احد یک کوهی است که ما هم او را دوست داریم و اون هم ما را دوست دارد، فاذا جئتموه فکلوا من شجره، وقتی که به کوه احد آمدین از خود شجر، از خود نباتاتش، از خود درختایش میتونین یعنی بخورین، یعنی برکت است. در یک روایت دیگه از حضرت انس بن مالک روایت شده که ان النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که البته میگه سعید احدن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کوه احد بالا شد، بلندی های کوه احد بالا شد، و ابوبکر و عمر و عثمان همراهش بودن، همراه پیغمبر حضرت ابوبکر هم بود و حضرت عثمان هم بود و حضرت عمر هم بود، هر سه یار. فرجف بهم، خود کوه احد یک تکان خورد، مثل زلزله خفیف ولی یک تکان خورد. فقال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اثبت احد، یعنی ساکن شو، از خود حرکت بمان، ثابت باش. چرا؟ فانما علیک نبی
چرا که بر بالای خودت یک نفر نبی استاده است و صدیقون یک نفر صدیق است که حضرت ابوبکر صدیق است و شهیدان دو نفر شهید در اینجا هم در بالای استاد هستند. تو خود آرام بگیر. ببینیم اینجا یکی از جمله مسائلی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اخباری که میده و صدیق بودن حضرت پیامبر اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، البته از زمان خود مکه و اینا شروع شد، این لقب برشان داده شد، اما هنوز حضرت عمر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما، این دو خلیفه بزرگ اسلام، اینها حیات داشتن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی خبرشان میده که شهیدان دو نفر شهید هم برایت است. ببینید که یا جمله اخبار است که حضرت عثمان هم شهید میشه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هر دو شهید میشن. یعنی پیش از اینکه اینا شهید شوند در زمان حیات خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این به اصطلاح بشارت شهادت برای اینا در باره کوه احد میده. و جای شک نیست که هر چیزی که خداوند خواسته باشه در پیشگویی‌هایی که خداوند برای پیغمبر تعلیم داده پیغمبر او را میگه، برای از اینکه مسائل آینده را حتی او چیزهایی که خداوند برش واضح ساخته پیغمبر خدا صلی الله علیه اخبار داده. مثلا در جمله علامات قیامت که در باب علامات ساعت، یعنی مبحثی که علامات قیامت در تمام کتب و احادیث ما دارن و هم میگه علاماتش میگن که در آخر زمان یک قسم میشه، یک قسم میشه، یک قسم میشه، یک چیزها را که ما اکثر چیزها را تا حالا میبینیم و همون قسم هست، همون چیزایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده و روز به روز ظهور میکنه. و به این حساب ببینید که یعنی خود شهادت هر دو خلیفه اسلام پیش از اینکه اونا شهید بشن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در باره کوه احد اونا را بهشان خبر داده. در یک روایت دیگه از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه کرم الله وجهه میگه که ان النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، امر ابن مسعود فسعد علی شجره. حضرت پیغمبر حضرت عبدالله بن مسعود که او را میگه که امر کرد که برو در بالا شده یک درخت، خب ان یعتیه منها بشیء، از او درخت یک میوه یک چیز بگیر بیار باز با ما بده. فنظر اصحابه الى ساق عبدالله بن مسعود هین سعید شجرتو فضحکو. به زمانی که حضرت عبدالله بن مسعود به درخت بالا شد، میبینیم کسایی که درخت بالا میشن ساقای حضرت عبدالله بن مسعود یا باریک بوده یا به نظر از یا یک رقم باریک و ضعیف به نظر میرسته که یک چیز بوده و اینا خنده کردم سر ازو از واسه شکل ساقای پایش. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما تضحکون، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای چی میخندید؟ این قابل چی خندیست؟ لرجل عبدالله اسقل فی المیزان یوم القیامت من احد، یعنی پاهای عبدالله بن مسعود که شما به او خنده میکنین و به نظر شما دیگر رقم یا ضعیف به نظر رسیده، اونها در روز قیامت گرانتر هستند از خود کوه احد. یعنی کوه احد اقدر سنگین است و بازم یعنی از نظر فضیلت پاهای عبدالله ابن مسعود اقدر چی داره که یعنی از کوه احد هم در مسائل به وزن روز قیامت سنگین تر می باشه. البته مسائل وزن روز قیامت ما و شما عقیده از جمله عقاید اسلامی ما و شماست، اما شکل و کیفیت و چیزایی است که ما نمیتونیم مقایسه کنیم با این دنیا که این آیا شکل مادی را داره یا چه قسم داره. من به هر صورت میزان یا ایمان داشتن به وزن یوم اذن الحق بر قرآن آمده که وزن این وزن اعمال یا کاملا حق است، با او ایمان میداشته باشه. خب در پهلوی ازی البته درباره جبل احد
احادیث زیادی هم همچی شده که مقاله ای نیست که کلش برای شما بخوانم، که یاداوری از احد بود. البته در کسایی که تشریف بردن و میبرن در خود زیارت حرمین شریفین در مدینه منوره که میرن، یک کوه احد است پایین تر از او که همواریش تو و امو منطقه هم برام احد یاد میکنن، که یک شعرک خورد است و همراه خود جای شهدای احد است که دورش یک احاطه گرفته شده و جای مزار و قبر حضرت حمزه سید الشهدا رضی الله تعالی عنه می باشه که میرن زیادتر به اونجا دعا میکنن. در این خب پس می برمیگردیم به سر موضوع جنگ. در این وقتی که اینها از میرن که به جنگ و اینا را به طرف جنگ روان میشن و اینها، خود جنگ در روز شنبه صورت میگیره و یک عده کسایی که در خود مدینه منوره هم بودن، شما میفهمید که در مدینه منوره چند گروه بود، یک گروه مسلمانای مهاجر، مسلمانای انصار و خود یهود بود و دیگهش یک گروه منافقین بودن که در ظاهر می آمدن همراه پیغمبر می گفتن که ما ایمان آوردیم اما در قلب خود اینا خراب بودن. کل کلی این منافق که میگیم، منافق در حقیقت دو قسم است، یکی منافق عقیدوی است، دیگه منافق عملی است. منافق عقیدوی که یعنی از نظر نفاق عقیدوی که از نظر عقیده خود نفاق منافق است، او از کافر بدتر است، حتی جایگاهشان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این منافق عقیدتی است که خارج از اسلام است. اما منافق عملی، بعض به صورت شوخی یا بعضی مردم میگن فلانی منافق است، منافق عملی معنا رو میده که خدای ناخواسته اون منافق یعنی خارج از اسلام نیست، البته گناهکار هست اما کارهایی میکنه که منافقین میکنن، این رو به منافق عملی میگن. بعد این فرق در بین از یاد شوه که کسی رو میگویند که فرض کن فلانی منافق آدم است، گرچه گپ گفتنش خوب نیست اما در پهلوی از این منظور از این که عملایی که او میکنن او رو انجام میده، او منظور از منافق منافق عقیدوی نیست. چرا اگه او خدای نخواسته او قسم چی داشته باشه، اون نفر در شما تکفیر کردیم که میبینی تکفیر یک مسلمان اینا کار بسیار غلط است و درست و قبول نیست. چرا تا زمانی که از خود اصول دین، از مسائل عقیدوی اصول دین کسی یکی از اصولایی که لازم است انکار نمیکنه، او رو ما تکفیر کرده نمیتونیم. حتی در مسئله عبادات و اعمال اگر کسی عقیده اسلامی داره، عقایدش درست است، چی است، اگر نماز نمیخونه فاسق است، این گناهش گیرد، اگر زکات نمیده، روزه نمیگیره یا چی میکنه، در حقیقت او از جمله فاسق گفته میشه. اما وقتی که عقیدش سالم باشه از نظر چی او رو تکفیر کرده ما نمیتونم. خب این موضوعات است، موضوع عقیدوی و عقیده است که بحثای عقیدگی انشاءالله در ماهای آینده میاید. و یک عده کسایی که بودن که بیرون شدن از راه پیغمبر، راه پیغمبر دارید، هزار نفر یک چی شدن، مسلح شدن و بیرون شدن که طرف احد روان بودن. و در چون روز شنبه بود، زمانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک عده یهودی که اونجا بود که اونا هم باید همراه پیغمبر یک جای میرفتن، از خاطر از اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک معاهده همشون بسته کرده بود، سالهای اول هجرت بود، همراهشون معاهده بسته کرده بود که حقوق خود مهاجر و انصار مسلمان و اهل کتاب اینا از نظر مسائل اجتماعی یک چیز باید باشه. اگر فرض کنیم کسی به اونا تعرض میکنه ما از اونا دفاع کنیم، کسی به ما تعرض میکنه و اونا باید از ما دفاع کنن، داخل از این معاهده باید خود یهود و اینا هم یک جا میرفتن. اما در اینجا خود یهود چون روز شنبه بود، گفتم ما روز شنبه ما به جنگ نمیرین، برای از اینکه ما به عبادت مشغول هستیم. همه شما میفهمید که روزای شنبه خود در خود دین یهود و اینا باید هیچ کار نکنم اینا چی شون. تنها یک نفر همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او رفت از خود یهود به نام مخیرق یاد میشه. او کسی بود که همراه پیغمبر و رفت و در لحظه اول مثلا کشته شد و شهید شد و یک وصیت کرد. وصیتش این بود که گفت که یا محمد صلی الله علیه وسلم، اگر من اینجا کشته شدم تمام اموال و چیزی که ماندم او را موقف کردم برای خودت داد. و
این اولین وقفی بود که در خود تاریخ اسلام رخ داد که مخیرق در باره از او هم خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باز یک در شأن از او یک حدیثی داره که مخیرق تعریف میکنه و فعلا هم باغ و جایگاهی که در مدینه منوره او به وقف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده بود برای از او اهدا کرده بود هست همالی هم جمله موقوفات است. در یک از سفرهای حج که ما رفته بودیم ما رفتیم و باغ رو دیدیم، یک کسی بود همراه ما راهنمای خوبی بود به او برد به اونجا داخل باغ و گفت این باغ است که مخیرق همون نفر یهودی که وقف کرده اولین وقفی که در اسلام رخ داده همیشته و او باغ زیادتر ما گرفتیم چیزای سبزیکاری داشت مثلا وجتبل و چیزا مردم اونجا و کارگرا اینا کار میکرد و در این وقت است که یک عده از خود منافقین سرکنده از اینا که به نام عبدالله بن ابی بن سلول بود که نام شما بسیار زیاد شنیدین و این شخص چی کرد؟ همراه 300 نفر جدا شد. اینا گفتن ما به جنگ نمیریم، با آنها و اینا گرفتن خب یک رقم خود سرپیچی کردن به جنگ. باقی مسلمانان رفتن به منطقه احد و اینا و جنگ و اینا شروع میشه. عبدالله بن ابی بن سلول خب داستانش این رقم است که زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره هنوز تشریف نیاورده بودن، چون این یک نفر با نفوذی بود در بین مردم، این را گفته بودن که ما تو را به حیث رئیس همو طرفدارایش مقرر میکنیم، به اصطلاح حاکم و کلان مدینه میباشی و به اصطلاح پادشاه منطقه میباشی. بازو که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن و اینجی یک هسته حکومتی را تشکیل دادن و یک اداره و یک نظم شد، این نفر بسیار مایوس شد که یعنی از مقام و از چوکی و از چی خود مایوس شد و بالاخره شروع به نفاق و چی کرد همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حتی میبینیم که در بعدن داستانش میایه که همراه یهود و اینا یک جای به صورت مخفیانه معاهدات بسته میکرد که بیاییم بر علیه از اینا مسلمان ها چی کنیم، بغاوت کنیم، یک قسم گفت پاوینا. وی عبدالله بن ابی بن سلول هم یک سوم یا 300 نفر از لشکر مسلمان را پس کشید و با تبلیغ از اینا اینا به چی نشد. در این جنگ اینا بعد از اینکه شروع میشه، در ابتدای جنگ پیروزی از مسلمان ها میباشه، پیروزی از مسلمان ها میباشه و همه شما میدانیم و بازم گفتنش هم باز تکرارش کار احسن است که بعد از یک تشکیلات جنگی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا درست میکنه که در بحث پیشتر گفتیم که یک گروه طرف راست به نام میسره میمنه و طرف چپ بینسره و طرف خود ساقه جیش و به اصطلاح یک قماندان و یک قماندان راست و قماندان چپ و به اصطلاح قماندان عمومی و کل چیزا به اصطلاح ترتیبات اینا گرفته میشه، در حدود 50 نفر تحت قماندی یک قماندانی یک نفر اینا را در یک تپه بزرگی که سوق الجیشی گفته میشد استراتژیکی است در اونجا استاد میکنه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شما اینجا مواظب باشین که ما جنگ شروع میشه که از این طرف به سر ما کدام حمله نشه و به اصطلاح سکیوریتی ما بهتر شه. و برایشان میگه که در صورتی که ما اگر پیروز هم شدیم شما نباید که از این جای خود اله بتیم تا اینکه بیخی حساب خلاص نمیشه. و اینا همین منطقه را یک کوه بسیار بلندی خورد است به نام جبل رمات میگن. کل کلمه رمات را که بگین از کلمه رمی گرفته شده، رمی به معنای تیر انداختن به نام رمی میگن و کسی که تیر مندازه او را به از نظر خود لفظ اسم فاعل به نام رمی میگن، کسایی که تیر انداز. اما جمع رمی و جمع رامی به نام رمات، رمات به معنای تیراندازان یا کوه تیراندازان که اینا به وجی برای موظف بودن برای سکیوریتی و اینا. اما در اوای اینا میبینن که مسلمان ها پیروز شدن، یک از دور میبینن که کشته شدن از کفار و اینا و بالاخره بعد از او میگم آلک مسلمان ها پیروز شدن دیگه، برین ما شروع کنیم به جمع کردن غنایم اینا دیگه، ولی ضرورت نیستی پایان میشن از خودشی. در حالی که قماندانشان هر قدر میگوید که نه پایان نشیم، به رزی که امر رسول
امر رسول صلی الله علیه و سلم است، شما باید که ترک نکنین چیزی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میده، باید بود عمل کنین. اما گفت نمیکنن و بالاخره اینا پایان میشن و بدبختانه که بعد از طرف پشت میایه یک گروه دیگه از خود مشرکین و اینا و اینا حمله میکنن و اینا را اکثری از اینا را زیادتر از اینا را به شهادت میرسانن و همی باعث میشه که باز دوباره جنگ شدت پیدا کنه و بالاخره یک تعداد زیادی از خود مسلمین اینا شهید شد. و در اینجا همه شما میفهمید که در 70 تن از مسلمان ها شهید میشن، خود صحابه و مسلمان های بسیار آدم های بسیار مشهوری که در چی بود، از اون جمله حضرت حمزه بن عبدالمطلب که کاکای پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم، اونا شهید میشن. و مصعب بن عمیر کسی بود که اگه یادتان باشه زمانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر عقبه در خود بیعت عقبه در مکه نفرها را روان کرد و آمدن، این حضرت مصعب بن عمیر روان کرده بود برای تعلیم اسلام در مدینه. و دیگه سعد بن ربیع و مثلا حنزله که حنزله به نام غسیل الملائکه میگن که ملائکه رو شستشو داده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اخبار داده که ملائکه میبینم که رو شستشو میده. و در حدود 37 نفر، بعضی روایت میگن 22 نفر از مشرکین کشته میشن. در این وقت است که در همین واقعه خود دندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شهید میشه و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روی مبارکشان زخم میگیره و حتی کسای که در اطراف پیغمبر بودن برای حفاظتشان، برای سکوکچی از اینا خود حلقه میکنن به پیغمبر آسیبی نرسه. و این وقت بازم میبینین که اکثری از اینا شهید میشه. و بعد از اینکه واقع میشه که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبرن به قسمت بالای کوه احد و در اونجا همه داستان شما را خبر دارن که بعد از اون روی مبارک شستشو داده میشه و خود کفار بسیار با چی میکنن که اینه ما یک تعنم میدن برای مسلمان ها که اینه امروز از شما روز بدر بود، از ما امروز است که باز سر به سر. و به حساب در اوائل، یعنی در اوائل خود جنگ احد به نفع مسلمان ها بود و بعد از او که مسلمان ها تلفات میبینن از واسطه از این که امر پیامبر صلی الله علیه وسلم در خود او جاهایی که تعیین شده بود مردم های تیر اندازر یعنی ترک میکنن، اینه ترک امر پیغمبر باعث شکست مسلمان ها میشه. از نظر خود در همین سال که شما میبینین واقعات دیگه که در همین سال رخ میده، در همین سال 626 هجری که مطابق 55 سالگی عمر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، حضرت حسن بن علی اولین اولاد بی بی فاطمه اینا تولد میشه. و در همین سال حضرت عثمان بن عفان با دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ام کلثوم ازدواج میکنه. در قسمت پیشتر گفتیم به شما که حضرت بی بی رقیه مریض شده بودن و فوت شده بودن که حتی حضرت عثمان برای تیمارداری یعنی برای مراقبت مریضی حضرت بی بی رقیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه گذاشته بودن در جنگ بدر. و بر علاوه بعضی واقعات دیگه هم داریم که در همین سال رخ میده. از اون جمله واقعی مهمی که واقعات مهم از نظر احکام فقهی و شرعی است که در همین وقت خداوند بزرگ آیتی را نازل میکردانه توسط حضرت جبریل که نکاح مشرکات، نکاح مشرکین یعنی زنهای مشرکین ها حرام است برای مردای مسلمان. قبلا حلال بود اما بعد از او خداوند آیت 221 سوره بقره را خداوند نازل میکنه. اگر شما پیش روی خود قرآن عظیمشان داشته باشین، سوره بقره آیه 221، آیه 221 این قسم شروع شده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا امرتن مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. خب معنای ساده فارسیش که در تفسیر احسن الکلام نوشته شده خدمت شما میخوانین که میگه که با زنان مشرک تا ایمان نیاوردن ازدواج نکنید، یعنی نکاح مشرک حرام است. همون واسطه است که مثلا نکاح کسایی که غیر از اهل کتاب و اساس آیات قرآنی غیر از اهل کتاب که عبارت از چی باشد، مثلا هندو ها بت پرست هستن، مشرک هستن، یا چینیز، یا هر کسی که به اصطلاح اهل کتاب نباشه و مشرک باشه، شریک و بت پرست باشه، اون نکاحش حرام است مطلقاً، نمیتونیم با او ما ازدواج کنیم، یعنی با او زنش. البته طرف چیش خوبی از او خود یک مسلمان، یعنی زن مسلمان هیچ وقت به همراه غیر مسلمان نمیتونه ازدواج کنه، یعنی با اهل کتاب هم نمیتونه. اما خب مرد مسلمان با اهل کتاب میتونه که ازدواج کنه، اما با مشرک، کسایی که مشرک هستن و بت پرست هستن، با اونا جایز نیست به اساس آیه 221 سوره بقره. بعدا خداوند میفرمایه که ازدواج نکنی، و بیگمان کنیز با ایمان از زن آزاد مشرک بهتر است. البته وقت کنیزی یا بوده، اگرچه زیبایی و یا دارایی او شما را به شگفت آورد، و قطعا برده با ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است. یعنی بعضی خانمایی که خواسته باشم ازدواج کنم، اگر مسلمان را باید بگیرم، و روزی که مشرک باشه که بسیار پیزدار و بسیار صاحبی چی باشه، بسیار جایز نیست که چی باشه. اگرچه زیبایی یا دارایی و موقعیت او شما را به شگفت آورد، آنان به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند، و الله به فرمان و توفیق خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند، و آیات و احکام خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که متذکر شوند. این ترجمه آیه 221 سوره بقره. بازم همین که دلیل از این که چرا یک مرد مسلمان نمی تواند با مشرکین، با کسایی که بت پرست هستن و مشرک هستن، غیر اهل کتاب. اهل کتاب منظور از این کسایی که ایمان به یکی از کتابهای آسمانی، به رسولش در یک زمان پیشتر از اسلام داشتن، که یهود و نصارا ما او را میگیریم. البته شاید ادیان دیگر ابراهیمی هم چی هم باشه که صاحب صحیفه بوده باشه، اگر تا حال مانده باشه، در صورتی که اهل از او چیزا باشن، اونا رو هم یعنی دین آسمانی باشه. اما ایایی که مشرک هستن میتونه دانه به صورت مطلق حرام شد. و دیگهش چیزی که آیه دیگه که نازل میشه در همین وقت در همین سال، عبارت از آیه 5 سوره مائده است. ما آیه 5 سوره مائده رو خدمت شما میخوانم، که در اینجا بعضی احکام و چیزایی که به امرای غیر مسلم ما و شما داریم کلش توضیح کردم. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند میفرمایه که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخزان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. اي حكم عزيز كي يعني طعام مردم هم و اي طعام مردم اهل كتاب بما شما يعني جواز الامي از روی عزيز بسلام ميگم ذبيحه اهل كتاب جائز است، از این حکم بیرون میشه. بر علاوه یعنی ازدواج کردن با یک زنی که اهل کتاب باشه در این آیه تشریح شده. تشریح فارسیش این قسم است که امروز خداوند میفرمایه که امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده، طیبات. الیوم احل لکم الطیبات. امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده،
و همچنین طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال است، و نیز زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما با آنها کتاب آسمانی داده شده است. باز هم یک چیزی را که پاکدامن چی باشند، و هرگاه که مهر آنها را بپردازید، چون خود دادن مهر یک وجیبه شرعی است و مهر از جمله شرایط نکاح چهار چیزی که دارن که عبارت از شهود است و ایجاب است و قبول است، یک دیگه مهر است از این جمله. هرگاه مهر آنها را بپردازید در حالی که پاکدامن باشی، نه زناکار و نه دوست پنهانی گیرنده. دوست پنهانی گیرنده یعنی گرلفرند و بایفرند، برای شما حلال است. و کسی که به ارکان ایمان کفر ورزد، همانا عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. آیه 5 سوره مائده دلیل است بر نکاح اهل کتاب برای یک مسلمان، یعنی نکاحی که یک مسلمان مرد میتونه که با زن اهل کتاب نکاح کنه. و همچنین طعام یا ای که مسائل ذبح اهل کتاب و ما و شما جواز داره که از ذبیحی دست از جوار ما بخوریم، یعنی غیر اهل کتاب، ذبیحی غیر اهل کتاب چون مشرک باشه یا چی باشه او جواز نداره. خب میرین امرای شما با یک دو سه دقیقه یک اعلان تجارتی و بعدا با شما موضوع رو ادامه بدیم و برمیگردیم. خب فکر میکنم که هنوزم آف نشده.